همراه هستیم با دانیال بابایانی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر. آقای بابایانی بسیار خوش آمدید. خب شما این اتفاقات رو دنبال کردین، چه جزئیاتی از این مسئله تعرض به دو کودک در گنبد کاووس دارید؟ بله متشکرم. بعد از منتشر شدن خبر آزار جنسی دو کودک 7-8 ساله در روستای عربسرنوک توسط نگهبان 50 خورده‌ای ساله سد گلستان، ساکنان روستا در اعتراض به کودک آزاری که صورت گرفته بود تجمع کردند و هجوم بردن به سمت نگهبانی و نگهبان سد گلستان رو مورد ضرب و شتم قرار دادن و مقر نگهبانی رو هم به آتش کشیدن. در اعتراض اولیه‌ای که صورت گرفته بود، دو معترض از جمله دهیار روستا و یک روحانی سنی مذهب بازداشت شده بود و به دنبال اون روز دوم فروردین ماه اهالی روستای عربسرنوک در اعتراض به بازداشت این افراد مطالب انتقادی رو در صفحات اجتماعی منتشر کردند و خواستار رسیدگی فوری مقامات به این پرونده شده بودند. ولی دامنه اعتراضات فقط به شهروندان و کنشگران مدنی محدود نشد و افرادی مثل امجدآخوند نظری، روحانی سنی و امام جمعه روستای قره‌بولاق هم این اقدام رو محکوم کرد و در یک گفتگوی اینستاگرامی خواستار رسیدگی فوری مسئولان قضایی امنیتی به این پرونده شد و از بازداشت دهیار روستا و یک روحانی سنی خبر داد و گفتش که اینها باید فوراً آزاد بشن. نکته قابل توجه اینجاست که معترضا اصرار دارند که این اقدام نگهبان سد گلستان تجاوز هست و باید بر همین اساس محاکمه بشه، چون طبق قانون جمهوری اسلامی فقط آزار جنسی که منجر به دخول شده باشه تجاوز محسوب میشه و موارد کودک آزاری جنسی در قانون مجازات کمتری رو برای متهم در نظر گرفته، در صورتی که کودک آزاری باید مجازات شدید باشه و بازدارنده. اما دادستان گمت میگه این دو کودک های 7-8 ساله پزشک قانونی اینها رو بررسی کرده و مسئله تجاوز رو رد کرده و گفته متهم در حال حاضر به اتهام آدم ربایی در زندان به سر میبره. آدم ربایی هم اتهامی هستش که معترضا بهش واکنش نشان داده بودن و گفته بودن که باید تفهیم اتهام صورت گرفته اصلاح بشه. بعد از فراخوانی که کنشگرهای مدنی در همین زمینه منتشر کرده بودن، تجمع شروع شد. بعد از ظهر سوم فروردین ما صدها معترض اومدن جلوی دادگستری گنبد تجمع کردن، تجمعی که به صورت مسالمت‌آمیز شروع شده بود با پرتو گاز اشک‌آور رو ضرب و شتم. آقای بابایانی، شما به اعتراض‌ها اشاره کردید، در حال حاضر آیا اطلاعی از وضعیت شهر دارید؟ به چه صورت است؟ آیا اعتراض‌ها همچنان ادامه داره؟ فضای امنیتی است؟ بله، در ادامه همین اعتراضات تاکنون اطلاعاتی که ما دریافت کردیم نشون میده که دست کم 6 تن از معترضان بازداشت شدند و گزارش‌هایی هم که دوباره دریافت کردیم، ویدیوهایی که به دستمون رسیده نشون میده که نیروهای امنیتی و انتظامی که در سطح شهر حضور دارند شماری از کنشگران مدنی رو احضار کردند و تعهد کتبی ازشون گرفتن که دست به خشونت نزنند و تبلیغاتی انجام ندن در خصوص تجمعات آینده و همینطور حضور گسترده‌ای که نیروهای امنیتی در سطح شهر دارن نشون میده که جو منطقه و شهر به شدت امنیتی است. سپاسگزارم از توضیحات شما، دانیال بابایانی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر با ما.